این سرگین قلتونو یا خپری میتونستم در زمان سفر کنم. آرس اسقم اینجا چی کار میکنی؟ من تو رو میشناسم. این عود سلاح ماست، بوش، دودش، عطرش دشمنمون رو جادو میکنه، بزرگترین وحشتش رو پیش چشمش میاره. سر این داستان دنیای موازی آدم به عقل چک میکنه همایون جان. این تابلوی نقاشی رو استاد مصور کشیده، بابا زلی بهش کمک کرده. من این تابلو کاملش رو تو رمان دره رو دیوار یه خونه دیدم. شواهدی من توی زندگیم دارم میبینم که آقا این جهان موازی وجود داره. چی کارش باید بکنم؟ شما یه دختر دارین؟ آره. میخواد شما رو ببینه. خانم سلام، ترتمیز صدا ماشینی بردمش کارواش را گفتم شما میاد بشینید توش نونوار باشید. کارواش خانم، کارواش اونجا یکی ماشین رو میبرم میشورم. مگه من پرسیدم چیه؟ نه. الان وضعیت ماشین تو مهمه؟ نه. آه سبیعتون، الان وضعیت سبیعتون مهمه، باید بریم پیش سبیعتون. ببین فاخر، دختر من آدم دست و پاداریه. اگه بیگدار با آب زده باشی و اون فهمیده باشه دنبالشی، مطمئن باشی گوشه کناری کمین کرده پیدا میکنه. نه خانم خیالتون تخ، من همه جوانه رو بررسی کردم، مطمئنم تنها اومده. الان هم اینجا با یه پسر اسکل ریغو خورده، رفتن خارجشن. ما میریم اونجا منتظرشون میمونیم تا بیان. همه سرخ‌سنبه‌ها رو در راه رو بلدن، نگران نباشید. تا بیاد در رو واکنه گرفتیمش خانم. من میگیرم شما بزنید، شما نزنید، شما ببریدش خونه. خانم نمیدونم شما مادرشی، در کاری دوست دارید بکنید. را بیافت بریم. دست درد نکنه، امروز بعد مدت طولانی روز خوب داشتم. قربونت، من که کلن تو زندگی روز خوب زیاد نداشتم، ولی امروز خیلی خفن بودم. بهت نگفتم زبون بازی بهت نمیاد؟ من نگفتم بهت زود قضاوت نکن، واقعا زبون بازی نکردم. باش. چی مینویسی؟ صبر داشته باش. در وسط یه سری تمرین با صبرت مینویسم اصلا. رفتم تو، اینو باز کن بخونش. الان نخونه؟ نه دیگه، الان رفتم تو، نرفتم که هنوز. الان دارم میرم تو. الان دیگه تو هم، ولی صبر کن کامل بخونم. بعد بخونش، خدا. شب بخیر. بی خودی اون پشت وای نستا، جواب تو الان نمیدم.
میبینی؟ آره آم بیاین برای این واقعا کامله؟ تو که متخصصی بگو واقعا کامله؟ بله من فکر میکنم که همینه. چی بود اسمش؟ رومانی؟ رومانی چی بابا جان؟ رومان دره؟ آفرین 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 به خودت. خودمون رو جر میدادیم میگوتیم یه جاییه یه جایی میگو نه این یه توصیف شاعرانه است. بله ببین اینه سرگین قلتان. از اینا که میگین تو رومان دره خیلی زیاد است. این عکسشو میزنن رو قبراشون. تو رومان دره دو تا تایفه هستن. اینایی که همه از این سرگین قلتونا باشونه با اون یکی تایفه بدن سیگان. بله سیگانا و گلبادا با هم دیگه بدن. این دوتا اینا چی هم که میگی؟ دوتا قبیله کولیان که با هم دشمنن. تو اینا رو از کجا میدونی؟ تو کتاب خوندم. آقا بذاری من یه چیز برم بیارم. من باید یه سر حتما برم. قصه نگارگری خیلی برام جالب شد. بله حالا اصل داستان رو ندیدیم خسرو. اینو خاموشش بکن. بیا او بیاین اینجا بیاین اینو ببینی. نگاه کنی چی میبینی؟ یه عمر این بچه درست میگفت. حاضر اینا چیه؟ اینا نمیدونم فکر میکنم یه جور ابزار. آره یه رمزه یا یه جور ابزار نجومیه. اینا نباید تو خونه نگه داشته بشه. سنت استاد ممنون از اطلاع رسانیتون واقعا روشنمون کردین. مرد حسابی ما که میدونیم یه چیز با ارزشه. خودمون ارزشیم گذاشتمش توی صندوق امانات. تو رو آوردیم میگی این چیه؟ عمو خسرو بیا اینجا رو ببین. ببین آخرین کار یکی از آقا مسافر منتخب. اینجا رو ببین دیو سفیده رو میبینی؟ کنارش چی میبینی؟ سیرگی غلطا مالک حالا این ببین عشقی ها اینم داری؟ کمربنده رو ببین. آره کمربنده رو ببین سیرگی غلطا. خب من حالا میخوام بگم اینم داره. تازه این نیازی اصلا به ذره‌بین نداره. اینجاست با چشمم دیده میشه. ببین آقا مصور تو همه داستاناش هر سمت که نگاه کن که آدم بدا بودن یه سرگین قلتان کشیده. خب چرا همین؟ خب به خاطر اینکه احتمالاً خودش گلباد بوده آدم بدای داستانش سیگانن. ما دقیقاً نمیدونیم این افسانه سیگان و گلباد چیه. افسانه همو خسرو؟ این همه نشونه داره میبینی افسانه؟ من باید بررسی کنم. اینا رو باید ببرم توی آزمایشگاه بررسی کنم. آزمایشگاه بررسی کنم. همایون میشه من عکس تو با خودم ببرم؟ نه دو برای خودم. استاد دانشمند از شما هم خیلی ممنون. واقعا ترکوندی. تو مثلا رفیقی؟ بابا به من جمع کن. خانوم خانم چشاتون رو واقعا چی شده؟ اما کاری نکردیم. عشقم میشه یه لیوان آب براش بیاری؟ الکی زور نزن باز نمیشه. خانم بخورید آب. بابا انگشتتو کجا جا گذاشتی؟ نمیگی؟ این چیزی که توشیم با بچه بازی های همیشگیت فرق میکنه. بذار من کارمو بکنم. اتفاقا اومدم اینجا که نذارم کارتو بکنی.
آدم ارزونی هستی. خانم برعکسه، برعکسه، شما من اینجوری شناختین؟ بابا من اونو به یه رقمی فروختم که هیچکی نتونه پسش بر بیاد. بابا به قول یه بزرگی که میگفت در کشور عشق هیچ کس برتر نیست، هیچ شاهی به گدا سرور نیست. جدن عرض میکنم خدمتتون اینو خانوم، من دیگه عوض شدم، من اون فاخر قبلی نیستم. به مرگ خودم انگار یکی اومدن نو منو ساخته اومده بالا. من تازه فهمیدم چرا همون اول که نگاهتون بهم افتاد انقدر مهرتون به دلم نشست خانوم. شما مادر عشق همید. سرنوشت عشاق قبلیش هم برای تعریف کرده. میدونی موهای چند نفرشون روی اون گردنبندیه که الان گردنشه؟ نه خانوم نه، من کل پکیجو با هم عاشق شده، اصلا مشکلی ندارم با این موضوع. همین الان میخواد من رو سقطم بکنه مشکلی ندارم. بابا شما به حرفش گوش بدید خانوم، دخترتونه، دوستتون داره، بابا هم خونتونه. آقا اگه این شکلی بود همون اول جونتونو میگرفت دور از جونتون. ببخشید جونم. سلام سلطان. نوکره؟ نه ارتو گرفتم. نه نمیخوام، همه دارم یک پلکه همی دورو برد میشه. نه یا مطمئنی؟ باشه چشم، فوری فوتی هم میمیشه. سیریش عشقم من باید برم، اون یه آرش زنگ زده قفلی که بلند شو بیه کارت دارم. عشقم نه یکم تحنات بذارم؟ نه عشقم، خودتو خسته نکن خیلی، من چیز می زیاد دارم با مادرم بگم. مرسی خانم، با اجازت میبینم. سلام داداشم. بیا داداش بیا، میخوام یه ماساژ ترقه بهت بده. بارکلا با سلیقه شدی. خواهش میکنم یه ماساژ کنم. بیا شب که رفتی خونه اتحادا اودم سوزوندی؟ نه سلطان، اما اثرایی که خودت دادی پخش کردم تو هوا. میسوزوندم که دست جمعی همشون قبض رو میشدن. یه کم هم پخش کردم، فقط قد اینکه یکی یه چند دقیقه بترسه وقت داشته باشم درم برم. فقط نمیدونم چرا دختره، چرا دختره یا اون شکی وحشت کرد قالب توی کرد. میدونی افتاد رو زمین داشت سهره ترک میشده، انگار که داشت از زندگی خالی میشد. آرش داشت، من چرا یه حالی هم. آرش داشت Ah!
گیری من دیگه جون ماساژ نرم برم کجا؟ اون وسط مسطا گفتی میخوام اعتراف کنم اون چی بود؟ من گفتم راستیتش سلطان فهمیدنش مدیون خودتم یادت ولم کردی اون بیابونه؟ فاخر میخوای دریوری بگی پاشو گم شو بیرون نه با میخواستم سورپرایزت کنم من یه طور نادخی داستان این خانواده اتحاد و اون نگارگریه رو فهمیدم چرا تو الان من نگفتی؟ دوباره با این حالم هم دوباره ریشو میکشه بای سلام بهت میگم ببین من تو اون بیابون بابای لیلی رو دیدم منو تا شهر رسون کلی خاطره برام گفت اونطوری نگام نکن تلاش کن که باور کنی چون واقعا یارو رو دیدم اگه بخوای مو به مو بهت میگم چی شد البته یکم از سطح من پیچیده تره ولی خلاصش رو بخوایم بهت بگم اینه که اینا برای اینکه کار جدشون رو کامل کنن میرن اون یکی تیکه نگارگریرم بخرن ولی اون یارو که بهشون میفروشه پول اصل رو میگیره تقلبی بهشون میندازه خلاص این که تو این چند ساله دست به دست شده راستی الانم زرتی فهمیدن که این همه سال کجا بوده این تیکه تو صندوق امانات بوده ولی من نفهمیدم کدوم تیکه دست ایناست کدوم تیکه دست دزداست به مرگ خودم این حقیقته میدونم باور این سخته که وسط اون بیابون یارو رو ببینم اینا رو به من بگه میدونم یک در هزاره ولی به مرگ خودم این حقیقته باش حالا باور نکن میخواستم برم تتوشو در بیارم نگارگریه رو بردارم بیارم بهت بدم سورپرایزی خود تانی من برم بایستا بمون شام بخور پفته رو بعد شام ماساژ دندونات ریختا این همه اطلاعات ما رو خفن بهت دادم بابا یه واکنش درخوری چیزی من بهت گفتم به اون شام بخور گفتم بلبل زبونی کنی زنگ بزن دوتا شام بیارم قول دادم نکشمت گرم هوا روخ چسبناک شده خوشم نمیاد بیریخ باشی برای خاندانمون خوب نیست چقدر از من میترسی همون مشکی خودمونه فقط اسمش یکم عجیب غریبه شان سوتانگ فرانسس این فرانسس داستان داره رفی آدم داده حالا میبینیش به زودی اینا رو ببین اینجا پیداشون کردم اینو ببین عینک بدون عدسیه با استخون مرده ساختنش انگار با استخون زنده میشه اینو ببین پفکه خیلی خوشمزه است میخوای اینم اسمش موبایله خیلی چیز بیخودیه ولی توش آهنگه یه آهنگ هست دیوونم کرده گوش کن چرا چشات خیسه چرا اینقدر از من بدت میاد چقدر عوض شدی بدم نمیاد پدرم بیشتر دوست دارم خوشم نمیاد کسی بینمون باشه من هیچ وقت بینتون نبودم خب کاش میدونستی چقدر دوستت دارم دوست داشتن خالی که بهره ای نداره اینو ببین چقدر دوستم داشت
زیاد. تازه منم عاشقش بودم. ولی اونم بین من و پدرم قرار گرفت. آشنا نیست برات؟ همین تازه یه رفته بودی دیدنش. تو چطور همچین آدمی شدی؟ نمیتونم باور کنم که تو 9 ماه تو بدن من زندگی کردی. خودت گناهکاری. به جای گلدوزی و خونیاگری تیراندازی و کشتن یادم دادی. راستش کشتن دایه برام آسون نبود. بدون درد مرد. ولی من یه خورده دردم گرفت. پیش از جون دادنش داستان خوشگلی برام گفت. اون دختری که همه منتظر به دنیا اومدنش بودن 20 سال پیش به دنیا اومد. همون که یه ماه گرفته که اینجاش داره. دایه من ندیمه خودت برای اینکه از گزمه ها در امان بمونه فراریش میده اینجا. اسمش هم گذاشتن لیلی. همیشه فکر کردم چقدر از این اسم بدم میاد. اینم نشونش. من اون افریتهی که قرار پدرمو بکشه هم اسمیم. فقط نمیدونم شوخیش گرفته بود اسم اونو گذاشت لیلی یا اینکه منو خیلی دوست داشت. اون اسم لیلی رو خیلی دوست داشت. عاشق داستانای نظامی بود. من اولش درست درمون نمیدونستم چرا اومدم اینجا. اومدم پی تو. بعد گفتم اگه شد خنجر این قلافم پیدا کنم. ببین نشان گلبادی روشه. نشان چند هزار ساله خاندان شما. همون کسایی که بهرام گورو به بلندترین تخت نشوندن و حالا میخوان بکشنش پایین. هیچ کس نمیخواد اونو بکشه پایین. پس تو چرا اینجایی؟ چرا؟ خودت میگی چی نگو باورت نمی کنه. همینجا میمونی تا کار دست خودم خودت ندی. زنده تو برنگردونم پدرم دلخور میشه. من میرم اون افریت لیلی رو پیدا میکنم، با هم سرشو میبریم میبریم خونه. ببین منو با هم ببین. چون تو یه چیزایی میدونی که باید به من بگی. خب بگو. خب بگو. خب میبینی خسرو، من خودم اولش فکر میکردم توی سفر معنوی هم چطوری بدوگم کار یه جورایی اشراق طور انگاری توی حال بیهوشی انگار داری رویا میبینی. همه چیز این شکلی بود تا اینکه اینه تو جیبم پیدا کردم. خسرو من خودم رو جر دادم تو اون خونه، هیچی پیدا نکردم. هرچی گشتم هیچی پیدا نکردم. این چجوری اومده تو جیب من؟ ها؟ تو چی فکر میکنی؟ اجازه بده چیزی نگم. ها؟ چیزی نگم. یعنی چی اجازه بده چیزی نگم؟ مرد حساب این چه طرز حرف زدنه؟ انگار داری با یه دیوونه حرف میزنی؟ یعنی چی؟ آقا اصلا اون دوتا زردالویی که لیلی به زور اونور بهم داد هیچی، ولش کن تموم شد. من رفتم اینو چاپ کردم اردن داد دست تو؟ این کاتالوگو من چاپ کردم؟ اسم خودتو گذاشتی رفیق؟ خب میگی چیکار کنم؟ چیکار کنی؟ خب آقا کمکم کن راز اینو پیداش کنم. راستش نمیدونم چی بگم. نمیتونم بگم قبلا به گوشم نخورده. ابن سینا تو کنوز یه چیزایی نوشته. تو اسرار قاسمی هم به شکل افسانه اومده. بلیناس حکیم هم که نظامی تو اسکندرنامه میگه این قدرت رو داشته. یه کتاب خطی هم هست به اسم رساله ریمیا که این رساله ریمیا. خسرو جان من میدونم تو خیلی دانشمندی، میدونم خیلی حالیته، میدونم خیلی میفهمی. آقا تهشو بگو لطفا، این رازش چیه؟ ببین آدمو درگیر چه چیزایی که نمیکنی. تو همون رساله ریمیا اشاره شده به حرکت در زمان و مکان، حرکت آنی. مثلا الان اینجایی، یه و یه جایی دیگه‌ای، تو یه زمان دیگه‌ای میری و برمیگردی. میری و برمیگردی. خب بعضیا معتقدن این حرکت روحانیه، بعضیا میگن جسمانیه. من نمیدونم، اما صاحب رساله میگه یه واسطه لازمه، یه شیء خاص.
میفهمی چی میگم؟ چند نمونه مثال زده. نفیس حبشی، جواهر تراش معروف، یه یاقوت رو جوری تراش میده که هفت رنگ بشه، بعد باهاش انگشتری میسازه که بهش پر پرواز میده. یا مثلا روزبه معمار یک چهارتاقی عظیم برای بهرام گور میسازه و با عبور از یکی از این تاقاش ناپدید میشه. تو تذکره ها نوشته تو همون روز توی چهارتاقی کاشمر دیده شده. خلاصه که مرزش با افسانه مشخص نیست، اما از قرار ترکیبی از چند چیز لازمه که یکیش یه شیء خاصه. خب من که شیء خاصی بام نبود که. آره دیدی چرا خفنه؟ خب من نمیتونم صبر کنم، من فردا گواهی نامه میاد. خب میخوام همینو بشینم تو ماشین برم سمت رمان دره. نمیخواد، خودم میام دنبالت. میگم خودم میام دنبالت دیگه. ببین فقط من این سه چهار باری که رفتم رمان دره اون چیزی که تو میگی ندیدم. مدشوکه هست. حالا رسیدیم بهت میگم، نشونت میدم کنم چی بوده. باش باش، برو بخواب، برو بخواب، فردا کلی کار داره. تهش همینه، گفتم دیگه کارتو راحت کنم. خب این چه موزیکایی گوش میدی؟ موزیکای ولایتمونه، دایم از بچگی عادتم داده. ولایتتون من کجاست موزیکاش اینجوریه؟ وارنا. چیه؟ وارنا. وارنا؟ بله. کجا میشه اون وقت؟ ساحل دریای سیاه. ساحل دریای آها، وارنای بلغارستان منظورته؟ بله. ببخشید من اگه حالت عادی بود الان میمردم از خنده، ولی خب عادت کردم دیگه، دیگه از هیچی تعجب نمی کنم. البته داستان من هم زیاد خنده‌دار نیست. مادرم تو فروپاشی بعد از زایمان دووم نمیاره، بعد یه عده بابامو میکشن، دایا منو برمیداره میاره اینجا پیش قوما، خیشش که تنها نباشه. حالا نمیخواد زیاد پژمرده شه، دیگه الان بزرگ شدم یادم رفته. ببینم بلغارستان همون بالکان میشه؟ بله. یعنی مثل این بخارست و یوگسلاوی و اینا؟ شوال 70 سال پیش یه دختری دقیقاً عین من میره بالکان، یه دختر گلبادی، بعد الان تو از بالکان برمیگردی جلو راه من سبز میشی. خیلی عجیبه. خب یعنی چی منظور چیه؟ ببین میگم نکنه این جهان موازی و اینا واقعی باشه، یعنی نکنه همایون بابا واقعا رفته یه جهان دیگه بعد برگشته. اصلا نکنه تو از یه دنیای دیگه ای اومدی منو نجات دادی. یعنی الکی نه، واقعی کاملا، فکر و خیال و توهم و اینا نه. دقیقا همین بود، اون تیکه که ما از 16 خریدیم همونه. به نظرت مال کیه؟ ببین اینو باید باستان شناس بگه، ولی با این رنگی که من میبینم نمیدونم، فکر کنم مثلا 300 سال
شدم بیشتر نمیدونم. کاش میدونستیم که اینجا زندگی میکرده. من یکی میشناسم فکر کنم بدونه. واقعا؟ آره. میگم اون وقت شما میدونی این خونه مال کی بوده؟ اگه صاحبش اینجا خاک شده باشه. یه خونه اینجا هست رو دیوارش نگارگریه، پنجرش دقیقا رو به اینجا وا میشه. اینه. این کی مرده؟ زمان پدر پدر بزرگ من. بعد اون وقت بعد اون کیا تو این خونه بودن؟ بعدش هر کی بوده الان دیگه نیست. قبلش صاحب خونه اون بوده، قبلترش اون، اینم کسیه که خونه رو ساخته. زلی. زلی؟ کدوم زلی؟ اسماعیل زلی، اینی که اینجا خوابیده. تو میدونی کیه؟ اسماعیل زلی جد مادر من بوده. یعنی شما دارین میگین که اون اینجا زندگی میکرده؟ یعنی اینجا بوده خونش؟ بوده. ای جالبا، جد تنه اینجاست. شما چیز دیگه هم میدونین راجع بهشون؟ نگارگری روی دیوار کار اونه. بپرس، شاید به جوابی که میخوایی رسیدی. شما راجع به داستان پشت این نگارگری چیزی میدونی؟ آقا مصور اونو کشیده، استاد زلی. درختاشو زلی کشیده. آقا مصور تو دربار بدخواه زیاد داشته، اونقدی که مجبور شده دخترشو بفرسته اینجا زندگی کنه. خب یعنی نگارگری رو دیوارو دختر آقا مصور کشیده؟ به اونم میرسیم. استاد زلی نگارگری رو تموم میکنه. از زلی میخواد نگارگری رو با یه نامه برسونه به دخترش که تو رمان دره، یعنی اینجا زندگی میکرده. فقط میگه قبلش باید یه کار دیگه روی نگارگری انجام بده و تنها باشه. دشمنای استاد میان سراغش. زلی میخواد نگارگری رو نجات بده که پاره میشه، دیگه فرصتی برای برداشتن باقیش نمیمونه و در میره. استاد چی میشه؟ زلی معتقد استادش غیب شده، با چشم خودش دیده رفته توی اتاق و دیگه در نیومده. لابد ته داستان هم اونجوریه که زلی میاد با دختر استاد ازدواج میکنه دیگه. نه، زلی از ترسش وصیت استادش رو انجام نمیده. وقتی به خودش میاد که دیگه دیر شده و اثری از دختر استادش نیست، برای همین میاد تو رمان دره تا شاید یه روز دوباره دختر برگرده. یه خونه میسازه و رو دیوارش نگارگری رو میکشه. خب یعنی دختر استادم اینجاست؟ نه، اون اینجا دفن نشده. ببینم کسی میدونه اسم دختر استاد چی بوده؟ آره، لیلی. ببین خانواده ما کولی بودن، بعد کوچ میکنن میرن آناتولی، بعد اون دوباره کوچ میکنن میرن بالکان. اونجا دیگه قاطی بقیه کولی ها زندگی میکنن. خب تو از کی میدونستی که من و تو جفتمون دنبال این نگارگریم؟